مذاکرات صلح. حکومت موقت محور گفتگوهای میان افغانان، ساختار به هم ریخته پارلمان و چالش راه اعتماد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. مذاکرات صلح. حکومت موقت محور گفتگوهای میان افغانان. رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که بحث ایجاد حکومت موقت میتواند در گفتگوهای میان افغانان مطرح شود. با گزارش اسپوتنیک به نقل از تلویزیون یک، عبدالله عبدالله در گفتگوی ویدئویی با مرکز راهبردی آمریکا برای صلح افغانستان تاکید کرد که تمام موضوعات از جمله ایجاد حکومت موقت میتواند در گفتگوهای میان افغانان شامل بحث شود. او گفت این یک چیز فرضی است. باید به میز گفتگو برویم. باید گفتگو کنیم. اگر آنها خواهان حکومت موقت شوند، این معنای متفاوت دارد. در گفتگو هر کس آزاد است. هر گونه پیشنهاد مطرح کند. ما باید در افکارمان انعطاف پذیر باشیم. رئیس شورای مصالحه ملی گفت که تجربه جهانی در روند صلح نشان داده است که یک جانبه گرایی در این روند بی نتیجه بوده است. از سوی هم او تاکید کرد که حکومت به آزادی کامل 5000 زندانی طالبان نزدیک شده است. کمتر از یک ماه پیش رئیس جمهور در گفتگو با شورای اتلانتیک گفته بود که بحث در مورد حکومت موقت پیش از وقت است. عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی اظهار داشت که امتیازهای یک جانبه به طالبان بیشتر از آن است که روند صلح کمک کند به نفع طالبان تمام شده است. دولت قطر اعلام کرده است که در ماه جولای سال روان قرار است که گفتگوهای میان افغانان و میزبانی این کشور در دوحه برگزار شود. اما رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته است که طالبان تصمیم گرفتند تا زمانی که تمام 5000 زندانی این گروه آزاد نشوند، این گفتگوها آغاز نخواهد شد. با این حال به گفته آقای عبدالله تا حال 75% زندانی طالبان آزاد شده و دیگر زندانی های این گروه نیز به زودی بر اساس فهرست این گروه آزاد خواهد شد. در این حال بشیر احمد قاسانی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است. دکتر عبدالله عبدالله گفته است که در گفتگوهای صلح با طالبان ایجاد اداره موقت میتواند مورد بحث قرار گیرد. اما پیش از این رئیس جمهور غنی با ایجاد اداره موقت مخالفت کرده بود. آقای عبدالله تاکید کرده که طرفهای درگیر نباید موقف سخت گیرانه داشته باشند. در همین حال اندپندنت فارسی گزارش می دهد ساختار به هم ریخته پارلمان و چالش راه اعتماد. در صورتی که دکتر عبدالله عبدالله بتواند در طول همین هفته نامزد وزیران وزارت هایی را که به وی اختصاص یافته است برگ ریاست جمهوری معرفی کند، هفته آینده این نامزدها جهت جلب رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی خواهند شد. مجلس نمایندگان از چند پیش فشارهایش را بر حکومت جهت معرفی کاندیدهای وزارت بیشتر کرده است. اعضای مجلس بر این باورند که فاصله زمانی اعلام نتایج انتخابات و معرفی نامزد وزیران بیش از حد شده و عدم معرفی وزیران میتواند مشروعیت حکومت را زیر سوال ببرد. با اینکه رئیس جمهور به اعضای مجلس گفته است که نامزدهای وزارتخانه های مربوط به ارگ مشخص شده است و این تیم قصر سپیدار است که تاکنون نتوانستند نامزدهای خود را معرفی کند، اما به نظر می رسد عبدالله ناگزیر شده است تحت فشار مجلس سر و سامان به اعضای گروهش داده و نامزدهای وزارتخانه های خود را زودتر برگ معرفی کند. اما آنچه کابوس نامزدان وزارت است ساختار به شدت به هم ریخته و نامتجانس مجلس نمایندگان است. یک نگاه اجمالی به مجلس دوره 15 و 16 نشان می دهد که نمایندگان از یک آدرس مشخص به مجلس آمده بودند. بخش عمده از وکلای دوره 15 و 16 را رهبران و فرماندهان جهادی تشکیل می داد. به همین دلیل سابقه جهادی و حتی رابطه غیر مستقیم با جهاد به عنوان یک امتیاز برای نامزد وزیران مطرح بود. همچنان وکلای دوره 15 و 16 دیدگاه مشخص نسبت به وضعیت روز داشتند. تجربه سیاسی اکثریت اعضای مجلس دوره 15 و 16 باعث شده تا نسبت به
نامزد وزیران با وسواس بیشتر برخورد کنند. اما متاسفانه دوره 17 مجلس به شدت نامتجانس و ناهمگون است. وکلای این دوره نه بر اساس تعلقات سیاسی و حزبی وارد مجلس شدند، نه بر اساس وابستگی های قومی، زبانی و مذهبی و نه بر اساس دید و دانش سیاسی. حتی تعدادی از وکلا بر اساس یک شانس و مجلس را یافتند. بخصوص در میان خانم ها وضعیت به صورتی بود که تعداد زیادی از خانم ها که نه تجربه فعالیت سیاسی و مدنی داشتند و نه چهره مردمی بودند، فقط با اتکا و اصل تعویض مثبت که 30% مجلس را به خانم ها تشکیل دهند، خود را نامزد مجلس کردند و حتی عده هم کوچکترین هزینه برای مبارزات انتخاباتی پرداخت نکردند. به همین دلیل بیشتر خانم های رای یافته و مجلس با گرفتن 2 تا 3 هزار رای به مجلس رای یافتند. از سوی در مجلس نیز تعداد گروه ها نسبت به گذشته بسیار کم است. در دور 15 و 16 چندین فراکسیون و گروه در چارچوب مجلس به وجود آمده بود و اعضای این گروه ها نسبت به اعضا دید مشترک داشتند. به طور مثال خط سیم گروه از خانم ها در دوره 15 در مجلس بودند که به طور مستمر نسبت به وضعیت سیاسی کشور اظهار نظر می کردند و در بیشتر اوقات نیز تلاش می کردند تا با اعمال نظر تغییراتی را در ساختار و یا روی کردهای سیاسی به وجود بیاورند. حالا از این گروه نام و نشانه در دست نیست. حتی در داخل مجلس وابستگی های قومی، زبانی، مذهبی و سیاسی باعث نشده تا گروه ها و فراکسیون ها در داخل مجلس شکل بگیرد. در چنین وضعیت برای نامزدهای وزارت به شدت سخت است تا بتوانند کمپین لازم را برای جلب توجه وکلا برای اندازند. حالا نامزد وزرا مجبورند تا با تک تک نمایندگان دیدار کنند تا آنان را راضی به دادن رای اعتماد به خود کنند. از سوی دیگر این وضعیت زمینه فساد را نیز بیشتر فراهم می کند. بحث گرفتن رشوت برای رای اعتماد از همان دوره 15 مطرح بود و گزارش های زیادی در طول 16 سالی که از تشکیل پارلمان گذشته از دریافت رشوت در قبال رای اعتماد منتشر شده است. اما این بار این معضل حادتر از گذشته بود است. در گذشته شاید از یک گروه یا یک کمیته 2 تا 3 نفر رشوه می گرفتن و با لابی کردن باعث می شدن تا دیگر اعضای گروه با کمیته های داخلی به فرد مورد نظر رای بدهند. اما حالا به نظر می رسد گروه و کمیته نقش آنچنانی نداشته باشد و وکلا به صورت فردی با نامزدان برخورد خواهند داشت. این مسئله باعث می شود که آن از نامزد وزیران که دارای سرمایه شخصی و پشتیبانه اقتصادی دارند یا حتی مافیای قدرت آنان را حمایت می کند از فلتر مجلس رد شوند و تعداد زیادی از وزرا که با پشتیبانه و ظرفیت کاری و تخصص برای این مقام معرفی شدند رد صلاحیت شوند. این چالش بزرگترین دغدغه نامزد هاست. به همین دلیل کارشناسان باور دارند که تعداد زیادی از نامزدهای وزارت در دور اول رای اعتماد لازم را به دست نیاورند. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار.